خبرگزاری تسنیم صحبت‌های مجری یک شبکه تلویزیونی را درباره عملیات اسرائیل در ایران تکذیب کرده. مجری شبکه تلویزیونی عصر به نقل از یک منبع امنیتی گفته بود نیروهای اسرائیلی ماه گذشته طی عملیاتی در ایران اسنادی رو ربوده و دو عضو سپاه رو کشتن. تسنیم به نقل از یک منبع امنیتی این خبر رو تکذیب کرد و نوشت تمام فکت‌ها اشتباهه. دقایق پیش سردبیری برنامه میدان هم اطلاعات ارائه شده از طرف مجری این برنامه رو تکذیب کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران 8 شهریور از کشته شدن دو عضو این نهاد در یکی از کارگاه‌های وابسته به سپاه در اصفهان بر اثر نشت گاز خبر داده بود. در همین رابطه مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشه. آقای کاظمی، چه نشانه‌هایی رو میشه در صحبت‌های او دید که بشه احتمال داد که این اتفاق واقعاً افتاده؟ چون پیش از این هم بوده گزارش‌های مبنی بر اینکه اسرائیل اسنادی رو دزدیده یا افرادی رو در ایران کشته، ولی هیچ وقت رسانه‌ای نشده و هیچ وقت خبرش به بیرون درز نکرده. خب همین یک نشانه است که ثابت میکنه میتونه حرفای اون فرد درست باشه. اگر ما مبنا رو بر این قرار بدیم که موضوع محل گفتگوی اون مجری همون اتفاق 8 شهریور در اصفهان، در همین مورد هم نشانه هایی هست. خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه حاکمیتی زمانی که خبر ماجرای اصفهان و کشته شدن دو نیروی سپاه رو منتشر کرد، تیتر اولیش که هنوز هم روی خروجی این خبرگزاری موجوده، انفجار در یکی از کارگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران در اصفهان بود. بعدتر در سیر خبرها انفجار تبدیل شد به حادثه نشت گاز. حتی کسانی که در این اتفاق کشته شده بودند، اون دو نیروی سپاه رو بعدتر شهدای نشت گاز خواندن که خب باعث تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی هم شده بود. مجری این برنامه به نقل از یک منبع اطلاعاتی این رو میگه، میگه از یک کسی که حالا یا کارمند نهاد اطلاعاتیه یا کارهای اطلاعاتی میکنه این رو شنیده و مطمئنه و نقل میکنه که اسرائیل عملیات انجام داده، شهید گرفته و اسنادی دزدیده. خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه، او هم به نقل از یک منبع ناشناس امنیتی اعلام میکنه که تمام فکت ها غلطه و معلوم نیست چه منبعی به این مجری چه این اطلاعاتی داده. خب هر دو از یک منبع ناشناس امنیتی موضوع رو نقل میکنند. من فکر نمیکنم دلیلی وجود داشته باشه که یکی از اونها رو به دیگری برتری بدیم، اما سوابق نشون میده که شاید بشه حرف مجری رو پذیرفت به جهت اینکه خب میدونیم در سالهای گذشته اتفاقات پرشماری رخ داده که بعدتر مشخص شده صحت داشته، اما در زمان وقوع مسئولین حکومتی یا تلاش کردن موضوع رو مخفی کنن یا تکذیب کردن، مثل آتش سوزی در یک کارگاه سازمان انرژی اتمی در شادآباد در سال 1400، مثل انفجارهای نطنز و خرابکاری در مراکز سانتریفیوژ در سالهای 99 و 1400، یا همون ماجرای معروف ترگوزآباد که حتی معاون وزیر خارجه و وزیر خارجه فعلی جمهوری اسلامی عراقچی گفت نتانیاهو رو سر کار گذاشتن، اما بعدتر فهمیدیم که همه اینها صحت داشته. این موضوع هم اگر در کنار اونها قرار بدیم میشه گفت که احتمال اینکه حرفای مجری اون برنامه صحت داشته باشه خیلی دور از ذهن نیست. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، ممنونم از شما آقای کاظمی.